همه اهم از مقام های حکومتی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شماری از باشندگان صف کشیدند تا با ادای مراسم نماز جنازه شیرولی وردک عضو مجلس نمایندگان همدردیشان را با بازماندگان وی شریک بسازند. حمله پیکر بیروح شیرولی وردک به سوی خانه ابدیش. این پیکر شیرولی وردک عضو مجلس نمایندگان است که دیروز در یک انفجار ماین مغناطیسی در مقابل درب منزلش کشته شد. اشتراک کنندگان در این مراسم هم انزجارشان را از این عملکرد گروه طالبان اعلام میکنند. ما در پیوند به این حادثه دردناک که واقعا برای شورای ملی و ملت افغانستان یک درد نهایت بی‌میزان هست، مخاطب ماست که هرچه عاجل در راستای کشف و دستگیری عاملین این اقدامات لازم داشته باشند. در این پیوند ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان هیئتی را تعیین خواهد کرد. حالا دیگر وی در صف این همقطارانش نیست و دیگر صدایش خاموش است و برای بازتاب مشکلات مردم پایتخت و با این گام ها راهی خانه ابدی می شود. طالبان سخو مشکم گله ندرو زکه هوی همیشه دا دعوا کرده ده که دوی دا کار کردی وی که بلچه کردی امیدی پر زن توانوی. خوزمور گوشتن دا حکومت نداده چه پر طول عراکینو بانی نه وزی به ملی شورا بانی واقعا جدی پاملرن ووسی او دا دوی دا دغره کم واقعاتو جلوگیری ووسی. هیچ کس اخلاص نداره، هیچ کس صداقت نداره که در این مملکت در این سرزمین صلح بیعتایی که جلاوی این رقم تراژدی‌ها و این رقم خونریزی ها گرفته شوه. گناهی از زینمی برادر امروز چی بود که این قسم بیرحمانه به شهادت رسانده؟ همه را اندوهگین ساخته و از دست دادن وی هم از سوی دیگر همقطارانش زایه جبران ناپذیر خوانده شده و خواهان انتقام گیری خون وی از سوی حکومت هستند. رویش شاد بخواییم دشمنان قسم خورده مردم افغانستان. از دیروز به این طرف بزرگترین جنایت در حق ملت بزرگ افغانستان انجام دادن که یک از نمایندگان نخبه، آدم حلیم، مهربان، خوشخل، خوشخوی این سرزمین که همیشه مصروف خدمت برای مردم بود، دیره در یک حمله تروریستی جانش گرفت و مردم افغانستان عزادار ساختن. شهادت رسیدن هر فرد از کشور یک فاجعه است و یک زایه بزرگ است و شهادت نیاز بشریوی وردک هم یک زایه نابخشودنی است و یک جبران ناپذیر است و هر کسی چین جنایت در برابر ملت افغانستان انجام میده، امید است که حکومت افغانستان به او رسیدگی بکنه. اونا حرفایی که میزنن بانه بیش نیست. اگر میگه بالاخره ما خارجی را قبول نداریم، ما مامور را قبول نداریم، ما حکومت را قبول نداریم، ملت خو قبول داری تو. این نماینده ملت خانه ملت بوده و بالاخره دیگه یک آدم جهادی بود. شدن هزی یک جنایت بشری است، زایه به فامیل خانوادهش نه، بلکه به افغانستان، بلکه به کافه ملت بود. شیرولی وردک نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، برادر فاروق وردک وزیر پیشین معارف بود که با افتان خیزان برای دو دور در مجلس نمایندگان به عنوان نماینده باقی مانده بود. مردی که از سوی نزدیکانش حلیم و بردبار خوانده شده و مدافع حقوق مردمش بوده است. این در حالی است که تاکنون هر گونه تلاش در راستای تحقق گفتگوهای صلح چی از سوی حکومت و یا هم از سوی جامعه جهانی هیچ نتیجه ای نداشته و گروه طالبان هم همواره سعی دارند تا با کشتن افراد بیگناه اهداف شومشان را در کشور دنبال نمایند.